سلام، به برنامه گفتنی ها خوش اومدید. مهمون برنامه امروز ما کسی است که در واقع مربوط به نسلی است بعد از انقلاب، اونچه که اصطلاحا هم بهش نسل دهه شصتی ها میگن. میخوام ببینیم که مهمون برنامه ما چه سرگذشتی داشته، با چه سختی هایی مواجه شده، چگونه مسیر مبارزه رو انتخاب کرده، مبارزه علیه دیکتاتوری، و با چه سرگذشتی مواجه بوده. ما میخوایم از خودش بشنویم که چه تجربیاتی در این زمینه داشته. سلام میکنم فرزام جان به شما و همه بیننده عزیزتون. منم خوشحالم از اینکه امروز با هم هستیم. خیلی خوبه. با این معرفی موافقی دهه شصتی ها؟ من خودم دهه شصتی هم. حالا دهه شصتی ها چی هستن؟ یه مده غافلی کننده بود. شوخی میکنم. دهه شصت واقعا. بیشتر میخواییم در رابطه با، چون بالاخره سرگذشت هر کسی بخشی از تاریخ هستش و خب نسل ها وقایع، افرادی هستن که وقایع مشابهی رو تجربه میکنن ولی خب با تفاوت های خیلی زیادی. میخوام ببینیم که اون چیزی که تو به عنوان در واقع کسی که در دهه شصت نوجوانیش بوده، بعد دهه 70 و 80 و اتفاقاتی که برات افتاده و بعد هم مسیری که در واقع تیکه ای تجربیاتی که داری، بذار اینجا شروع کنیم. ببر ما رو به همون زمانی که با دنیای سیاست آشنا شدی. چه ملعی بود؟ چه جوری بود؟ یا قبلش چه جوری بود؟ اینکه بیشتر آشنا بشی. راستش همین الان که خودت هم گفتی، هر دوره ای هر نسلی خب خصوصیت های خاص همون نسل رو دارن. دهه شصت مثلا اون سالهای چجوری تاریک تو ذهنت؟ شصت و نه یکی از خاطراتش زمان جنگ بود، جنگ در واقع جنگ ضد میهنی که در واقع خمینی تحمیل کرده بود به ایران. یکی از خاطرات همیشگیم از اون زمان خب برق رفتنهای طولانی مدت، تاریکی و زیر نور از این چراغای نفتی نشستن و تکالیف مدرسه رو انجام دادن یکی از خاطراتمون همیشگیمون دور است. ولی خب مثلا اون زمان مثلا الان نبود، حتما خودم میدونی، مثلا انقدر مثلا یه چیز مثل شبکه‌های اجتماعی اصلا وجود نداشت، اینترنتی نبود، یا مثلا مثل حالا انقدر فضای مجازی اصلا وجود نداشت به این معنی که الان ما داریم. تنها شاید مدخل ارتباط یک نوجوان با دنیای بیرون از خودش رادیو، تلویزیون، کتاب، سینما، اینجور در واقع رسانه ها بودن. که خب رادیو تلویزیون که در واقع زیاد محلی از اعراب نداشت، رادیو تلویزیون رژیم بود، میموند کتاب و سینما که در واقع دل مشغولی یک نوجوان، حداقل یکی مثل من تو اون سالها بود. جامعه همون زمان ایران هم خوبه مثلا یه مقدار روش تمرکز کنیم. بعد از انقلاب، بعد از انقلاب سال 57 یک میگی مثلا مال سال 66-67. آره دارم همون هول و هوش مثلا یک دهه از 66. انقلاب گذشته. آره دقیقاً یک دهه از انقلاب گذشته. قبل ترش خیلی برات سن زیاد خیلی مرموز نیست خاطراتش، درست مثلا سال 65-66 رو دارم میگم. مثلا یک جامعه ای که برآمده از انقلاب با انبوهی امید و آرزو، بعد یهو مواجه شدن با یک سارق بزرگی به نام خمینی. بعد فضای جنگ حاکم بر جامعه، بعد خب نیروهای انقلابی همش یا در زندانن یا در واقع اعدام شدن، به نحوی از کشور رفتن بیرون. یعنی یک فضایی که همینجوری آدم احساس میکنه سترونه، هیچ زایشی توش نیست. درسته. بعد دیگه آدم ها دل مشغولی های آدم ها که میگم، یعنی در کلی حداقل دور اطراف خودم که میبینم، اون چیزی که میبینم و دارم روایت میکنم، یه سری دل مشغولی های خاص خودشون، کار، تحصیل، اینا. این اون فضای کلی بود که دهه 60 داره. خاطرات خوبم ولی داری از دهه 60؟ حتما که دارم. آره خاطرات خوبم هست. تو این فضا دیگه من هم دنبال، به عنوان یه نوجوان دنبال همین دل مشغولی خودم بودم. گفتم تنها مدخل در واقع ارتباط با بیرون طبعا سینما و کتاب اینا بود. منم خب خیلی علاقه داشتم به ادبیات، میخوندم کتابا رو دنبال میکردم. ادبیات بیشتر علاقه داشتی سینما؟ هر دو با هم، هم ادبیات هم آره. ادبیات بیشتر میگم به کتابای اون موقع
مثلا نویسنده هایی که بودن، کتاب هایی که وجود داشت از جنس یه جور هنر مقاومت بود، برآمده از خب حال و هوای همون زمان. مثلا یادم به نویسنده هایی که کتابشون میخوندم، مثلا نیاتسیو سیلونه مثلا ایتالیایی، حتما خوندی کتاب نان و شراب؟ کتاب نخوندم ولی خب لحد شنیدن اسمش. بعد دیگه کتاب های مثلا بعدن که بزرگتر شدن، فرانس فانون، از نویسنده های مختلف. چی این کتاب خوشت میاد؟ اون موضوعی که جذبت میکرد چی بود؟ میخوام ببینم که یه جوری این ممنوع بودن این کتابا بیشتر جذب میدونه. چرا؟ چون مثلا خب دیگه رژیم بخشی از این جنس کتابا رو نمیذاشت تکثیر کنن، نمیذاشت، یعنی رژیم نمیذاشت بخشی از این کتابا دیگه چاپ بشن و منتشر بشن. ممنوع بودنش هم نه به خاطر خود که به خاطر همین موضوع، به این دلیل که جنس صحبتایی که توش میشد ممنوع بود، یعنی جنس انقلاب کردن، جنس مثلا مبارزه، شورش کردن بر علیه نظم موجود، بر علیه دیکتاتور. با اینکه سنم خیلی کم بود، خب تو ملای قائم شهر، تو شهر قائم شهر، خب همه مجاهدین رو میشناختن، تقریبا همه حرف نمیزدین سرش خیلی، نه مگه بعضی وقتا اخبار یا اشاره ای از طرف پدر، خیلی کم، ولی خب همه میدونستن. مثلا خب اصلا یک محله به اسم مجاهدین ثبت بود تو قمشن، مجاهدین واقعا هست همچین محلی؟ بله هستش. این که میگم هست، این افواهی هست دیگه، مردم بله بهش اشاره میکنن، مردم میگن مجاهد محله. خب اسم مجاهدین و با این که خب بودن آدمایی که مبارزه میکردن در زمان شاه با رژیم ستمشاهی و بعد در زمان خمینی، خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا چی شدن؟ کجا رفتن؟ این همیشه برام سوال بود. حالا مجاهدین چی شدن؟ کجان؟ این کلا همون چیزی که بهش گفتم دهش است. این کلا یکی از ویژگی های دهشستی ها هست. با اینکه مثلا این نفر توی خانواده چی شد، این دایی چی شد، این عمو چی، هیچ کسش صحبت نمیکنه. مثلا هیچ عکسی ازش نیست. این سکوتی که بر بخشی از خانواده حاکمه. آره، یا یک نوع سانسوری که بر بخشی از اعضای خانواده به صورت گسترده حاکمه. یا حتی عکساشون رو بعضن زارن، اونجوری که من شنیدم عکساشون رو در از تو آلبوم برمی‌داشتن، از بین می‌برن یا می‌بریدن یا به نوعی چهره هاشون رو از بین می‌برن. این خیلی بحث جالبیه، این چیز مشترک بین همه این دهشستی‌ها. آره، این به دلیل همون سرکوب خیلی گسترده‌ای که تو جامعه حاکم کرده بود خمینی، این بود. خب ولی در کنارش هم بودن خانواده‌ای که خب حفظ می‌کردن همین خاطرات رو، حفظ می‌کردن همین تصاویر رو، به قول از یاد اون مردان و زنانی که تو این مسیر رفته بودن و قدم گذاشته بودن، حفظ میکردن و اینجوری به همین که خودت گفتی افواهی، سینه به سینه منتقل میکردن. منم خب این خیلی برام هم جالب بود که بدونم، هم خیلی مشتاق و کنجکاو بودم. برای همین این جنس کتابا خب از جنس همین آدما، از همین جنس آدما صحبت میکرد، از آدمایی که تو مسیر مبارزه قدم گذاشتن. برای همینم برام خیلی در واقع جاذبه داشت خوندن این جنس کتابا یا دیدن این جنس فیلما. می دهشستی شورشی مثلا. آره، مثلا فیلمایی مثل ارتش سایه ها، یا ارتش سایه ها. ارتش سایه ها همونی که چند تا از فکر کنم زنان انگلیسی هستن که یک عملیاتی انجام میدن. درست یادم اشتباه میگم؟ چون اینجوری که نگاه میکنی فکر میکنم دارم اشتباه باشه. بعد یا مثلا فیلم نبرد الجزایر. نبرد الجزایر همون فیلم اصلی رو داره میگه، مال دهه 70 فکر کنم، نه 70 میلادی، درسته؟ بله. بعد اسپارتاکوس، اسپارتاکوس زوربای یونانی. این جنس فیلم ها کلا میام علاقه من بودم به دیدنشون، از بازم از همین جنس آدمو صحبت میکرد. بعد در واقع کتاب ها یا نویسنده هم که دنبال میکردی یا علاقه داشتی بهشون، اونم باز تو همین راستا بود، یا اینکه نه کلا ادبیات دوست داشتی؟ ادبیات کلا دوست داشتم، دنبال کتابایی که بونروف میگن هر کتابی ارزش یه بار خوندن رو داره، ولی خب داره اینجوری میگن. ولی خب کتابایی رو بیشتر دنبال میکردم که از همین رنج بودن، یه جورایی مثلا یه طوری هنر مقاومت شاید بشه اسمش، هنر مقاومت. یعنی هنری که یا مثلا حالا فیلمی یا کتابی یا شعری یا رمانی که از همین جنس آدما حرف بزنه، همین رسالت رو دوشش باشه، که همین در واقع مسیر رو بشناسونه، یا مثلا معرف همین نسل و همین ایده و همین راه و رسم باشه. بهم میگم جلوتر، این فضایی که ارائه دادی از اون ملایی که توش بودی، نحوه آشنایی، حالا یکم بگو که چجوری کلن آشنایی با در واقع مقاومت ایران، با مجاهدین به صورت عام، یا به نوعی آغاز فعالیت ها چجوری بودی که اون
مخترم با ما. دانشجوی کدوم دانشگاه بودی؟ دانشگاه بابلسر. دانشگاه بابلسر. درسته. برمیگرده به دوران دانشجویی این فعالیت‌ها؟ نه، فعالیت‌ها نه، ولی آشنایی با مجاهدین گفتم. من به دلیل حضورم شهرتوش، به خاطر شهرمون، اسم مجاهدین رو از همون بچگیش دوران کودکی شنیده بودم. به دلیل همون کنجکاوی و همین که یه سکوتی حاکم بود که کسی صحبت نمی‌کرد یا خیلی کم صحبت می‌کردن یا خیلی کدوار، اینا کی بودن که صحبت نمی‌کنن؟ آره. خیلی برام جالب بود که بدونم خب اینا کیا بودن، الان کجان، چی کار دارن میکنن، سرنوشتشون چی شده. یادم برای اولین بار داشتم یعنی با اسم مجاهدین گفتم به عام آشنا بودم. یه بار داشتم کتاب شعر شاملو رو میخوندم، زنده یاد شاملو، کتاب ابراهیم در آتش بود فکر میکنم، نسخه قدیمی کتاب بود، از لابلای کتابای قدیمی پدرم پیدا کرده بودم. همین که اشعار یکی یکی میخوندم میرفتم جلو، با شعری مواجه شدم به نام سرود ابراهیم در آتش. بعد از اینکه اسم شعر نوشته شده بود، زیر اسم شعر قبل از اینکه شعر خودش شروع بشه نوشته بود، بله نوشته بود اعدام مهدی رضایی در میدان چیتکر. بعد اینجا اون جرقه اول بود، سوال شروع شد دوباره، مهدی رضایی کی بود؟ چرا تو زندان چیتکر اعدام، چرا تو میدان چیتکر اعدام شد؟ بعد شعر رو خوندم، بعد اون کلمات واقعا بلعجب، یاد مثلا حماسی شاملو تو توصیف یه همچین آدمی، دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی. خب چه جور آدمی که مثلا یه هنرمند میاد یه همچین توصیفی راجبش میکنه؟ خیلی برام جالب بود بشناسم خب مهدی رضایی کیه. یا مثلا چند تا شعر بعد از اون، یک شعری داره شبانه، باز نوشته بود برای گروه محمد حنیف. در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب، ما بیرون زمان ایستاده این با دشنه ترخ در گرده های من. باز دوباره سوال، این بار پررنگ تر، گروه حنیف نجات کیان؟ خب رفتم سراغ مثلا یکی تو از نزدیکانمون، پرسیدم مهدی رضایی کیه؟ خب از مجاهدین بودن. همینجا دیگه اون قلاب اولیه بود، اون جرقه اولیه بود. آره. ولی خیلی جالبه، مثلا فرض کن از این بابت که یک شعر، خوندن یک شعر یا توضیح یک شعر میتونه جرقه یک سرنوشت متفاوتی باشه. آره، برای خودم همیشه زندگی یک انسان. الان که اینها رو اینجوری توضیح میدادی بسیار از این بابتش برای من جالبه. ادامه بده اگه میخواستم قطعت کنم. خواهش میکنم. من اسم، خب اسم میگفتم همون جوری که اسم مجاهدین رو در کلیت شنیده بودیم، اسم برادر مسعودم شنیده بودم. شنیده بودم. بله، اسم برادر مسعود به نیکی یاد میشد همه جا. خب ولی مثلا مهدی رضایی اولین بار بود میشنیدم از مجاهدین، یا محمد حنیف نژاد. خب رفتم دنبال این که ببینم اینا کیان. خب طبعا اون سکوت دور و برم حاکم بود، کسی پاسخ نمیداد. برای همین مجبور بودم چیکار کنم، برم سراغ کتابایی که از اینا ممکنه وجود داشته باشه. اون زمان تو قائمشهر کلا مثلا شاید مثلا 4 5 تا کتابخونه بزرگ بود که خب این کتابخونه هم این جنس کتابا رو نمیفروختن. برای همین سعی میکردم برم ببینم آیا از جای دیگه میشه تهیه کرد کتاب. یادم یه بار همینجوری داشتم تو خیابون از مدرسه برمیگشتم، فکر کنم دوران راهنمایی بودم، از مدرسه برمیگشتم یه بساط کتاب فروشی تو همون پیاده روی شهر دیدم. رفتم جلو، خیلی برام جالب اولین بار بود بساط کتاب میدیدم. یه آقایی بود، آره، کنار خیابون بساطش رو پنگش سری کارتون رو زمین چیده بود، انبوهی کتاب چیده بود، حتی خیلی جاش هم یه فله‌ای ریخته بود رو هم. بعد دیگه میفروخت به قیمت هم ارزون بود. یه نگاهی به کتابا انداختم، کتابا از اکثرا کتابای مارکسیستی، جنس کتابای مارکسیستی، مثلا کتابای مارکس، انگلس یا مثلا ماکسیم گورکی، از این جنس کتابا، یا کتابای شعر مثلا مال قبل انقلاب. مارکس و انگلس اون موقع میفروختن، این موردی نداشت. آره نه میفروختن، خود کتابخونه ها فکر کنم میفروختن. حالا اینا خوبیش این بود نسخه های قدیمی ترش بود. بعد یه نگاهی به کتابا انداختم، بعد از کتابایی که مثلا توسط مجاهدین منتشر شده بود یا مثلا از توسط سازمان، من فقط اسم تبیین جهان رو شنیدم. حالا اسم تبیین، بعد یه نگاهی به این مرد فروشنده انداختم، یه برآوردی کردم، بعد ازش پرسیدم که تبیین جهان رو داری؟ یه همینجوری که مشغول چیدن کتاب بود یه مکسی کرد و سرش آورد برای نگاهی به من انداخت، یه نگاه معناداری به من انداخت و بعد گفت نه همچین کتابایی من نمیفروشم. گفت نمیفروشم، یعنی میشناخت کتابو؟ حتما میشناخت. گفت همچین کتابایی نمیفروشم. گذشت، بعد من یه کتاب ازش گرفتم، فکر کنم کتاب مادر ماکسیم گورکی رو ازش خریدم و رفتم. با خاطر اینکه سوالی کرده بودی؟ نه، واقعا کتابو می‌خواستم. اون کتابو می‌خواستم. آره.
کتاب مادر رو قبلا از یکی از دوستام گرفته بودم خونده بودم ولی خودم نداشتم کتابو خریدم. چاپ قدیمی هم بود خریدم بردم. بعد دیگه سر می‌زدم ازش کتاب می‌گرفتم. یواش یواش اعتمادی ایجاد شد بین من و این فروشنده. فهمید که من تیپ آدمی هم که دنبال این جنس کتابام بود. سن و سالم خیلی زیاد نبود که شک امنیتی بهم بکنه. 16 بودی یکم تا. آره 14 15 سال. 14 15. آره. بعد هیچ وقت یادم نمیره. یه روز که رفتم یه کتاب ازش یه کتاب 8 کتاب سهراب سپهری رو ازش خریدم. بعد قبل اینکه اومدم برم صدام کرد. گفتش که بیا این کتابو برای تو کنار گذاشتم. بعد کتابو داد بهم دیدم کتاب نوشته زندگی نامه و دفاعیات مهدی رضایی. بعد خیلی برام یهو اون جرخه دوباره خیلی سورپرایز شدم که اون مهدی رضایی که این همه دنبالش بودم که کیه و خب سرگذشتش چی بوده اینا یهو کتابش اومد دستم. که رفتم مثلا 8 کتاب سهراب سپهری رو کلنگ گذاشتم کنار نرسیده به خونه شروع کردم خوندن همین دفاعیات و زندگی نامه مهدی رضایی. اصلا واقعا اون شب یادم نمیره. خیلی انگیزاننده بود برام. خیلی جالبه که با خوندن کتاب یا دنبال کردن یک اسم اینقدر میتونه آره توی نسل‌های متفاوت تأثیر داشته باشه. بعد دیگه اون اعتماد کاملا با اون فروشنده کتاب برقرار شده بود. دیگه هر سری که میرفتم مثلا بهش میگفتم چیز دیگه داری از مجاهدین؟ بعد میگفت اگه پیدا کنم برات میذارم کنار. یادمه یک بار دیگه کتاب راه حسین رو بهم داد. حتی اون زمان من راه حسین رو همین خوندم خیلی مثلا دستگیرم جز وقایع تاریخیش که خب وقایع تاریخش رو میفهمیدم کامل ولی اون فهوا و محتوای کتاب یه مقدار سنگین بود. از جنس انتخاب مبارزه و انتخاب مسیری بود که تو باید همه چیز رو فدا کنی برای اون آرمانت. اون موقع متوجه این قضیه نشدیم خیلی. نه مثلا خود کتاب راه حسین بیشتر اون شور و هیجان از این بود که من یک کتاب ممنوعه دارم که درباره مجاهدین و هرکس این کتابو نداره و من اینو باشم مثلا تخم چشم یه گوشه توی یک کمدم حفظ می‌کردم و خیلی هر بار که درش می‌آوردم می‌خوندمش احساس می‌کردم یک گام تو مبارزه برداشتم. بعد از این بابت خیلی انگیزاننده بود. بعد دیگه یواش یواش کتابای دیگه‌ای مثلا کتاب شناخت رو یه بار برام گذاشته کتاب شناخت در واقع مال مجاهدین بله کتاب ایدئولوژی شناخت رو. بعد یک بار دیگه مثلا کتاب فن تفکر روش صحیح تفکر اینا کتابایی بود که مال چاپ سال 58 تا 59 اینا هستش. مال همون فاز سیاسی ابتدای انقلاب بود که هنوز یه قطراتی از آزادی تو جامعه هنوز خمینی نتونست. پس اینجوری در واقع با چی میگن اون سر پرشور رو بعد دنبال این که بریم کارهای ممنوعی چی و اینا کی بودن و اینا آره. از اونجا شروع شد و بعدم با کتاب و اینا زندان افتادی درسته؟ آره. من در پروسش چند سال بعد من در ارتباط با ملای هواداری سازمان قرار گرفتم. یه توضیح هم اینجا بدم. دوران قبل از دانشجوش دوران قبل از دانشجویی و در ادامش برای من مصادف بود با فریب اصلاحات تو جامعه ایران. این بزرگترین در واقع آزمون آزمون دهه 60 ها بود. دقیقاً بزرگترین فتنه و شاید بگم آزمون اون نسل بود. دقیقاً. دقیقاً. که فکر می‌کنم با سرفرازی هم ازش خارج شدن. فریب اصلاحات رو که خب حتما خیلی کامل هم خودت هم بیننده اون اشاره کنم همه خوب میدونم به خصوص هر کسی که اخبار فقط یک دهه یا دو دهه گذشته ایران رو دنبال کرده باشه در دنیای سیاست میدونه که چه داستانی بوده موضوع اصلاحات. در واقع رژیم توی اوضاع بحرانی که داشت بعد از دوران رفسنجانی اومد این خاتمی شیاد رو در واقع علم کرد و این بازی اصلاحات اصولگرا رو در واقع روی میز در واقع چید که گویا هستن خب باندهایی از درون رژیم که اینا خواستار اصلاحاتن. خب این خیلی زود در واقع این کارت سوخت. درست تو در واقع برای مقاومت ایران که از روز اول واضح بود برادر مسعود از روز اول پیام داده بود که خب افعی کبوتر نمیزد. برای مردم هم برای قشر دانشجو هم فکر کنم تو همون در واقع اتفاقات کوی دانشگاه سال 87 ببخشید سال 78 تقریبا دو سال بعدش دو سال بعدش با
بارز شد و اینا چهره اصلیشون رو تونستن مردم. ولی خب با این حال خیلی حرفه، یعنی انتخابات 2 خرداد 76 بوده، 3 خرداد 76 بعد مسعود، آقای مسعود رجوی اطلاعیه میده و این عبارت افعی کبوتر نمیزاد رو همونجا میگه. حالا 20 سال بعد 30 سال بعد دیگه تقریبا الان برای همه ولی منظورم که اگه به این فکر کنی که چه درایتی میخواد، چه هوشیاری میخواد و چه شناختی میخواد، شناخت عمیقی از پیدا داشتی در مورد استاد میگفتیم به ذهنم اومد. نه خوب اشاره کردی. اتفاقا مثلا من یه جایی رو همین نکته انگشت بذارم. نکتهش چیه؟ مثلا اون موقع من یادمه از اینترنت، با همون اینترنت خلاصه نیمبندی که بود تو ایران، من تو یه سایتی همین پیام برادر مسعود رو در واقع خوندم، پیامو گرفتم و خوندم و همین عبارت افی کبوتر نمیزاد. خب یه موقعی خودت تو اون ملایی با اون اتفاقات داره کنارت میفته، میزان آدم میتونه بفهمه و درک کنه که این حرف چیه. میگم این حرف خیلی همین که گفتید از دل سالیان مبارزه و تجربه در اومده. شاید برای من نوجوانی که اون زمان مثلا خب تازه با این موضوع آشنا شده بودم، خیلی فهم این که خب چرا برادر دست میذاره تو این نقطه و چرا انقدر زود، یه روز درست به قول تو یه روز بعد از 24 ساعت آره مثلا خب تو ذهنم بود که خب بذاریم مدار بگذاریم بعد قضاوت. ولی خب میگم تاریخ نشون داد بعد از 2 سال خب برای یه مقاومتی هم که باید جلو بیفته، راه رو نشون بده به مردم، در واقع مرزبندی کنه، تشخیص خوب رو از بد و درست رو از غلط، نیازه که به همین سرعت واکنش نشون بده. خب برای ما می گفتی موضوع زندان، گفتی میخوام یک تبصره رو بگم بلش افتادی زندان. حالا زندان چه تأثیری برات داشت؟ چه اتفاقاتی تو زندان برات افتاد؟ معمولا زندان جایی که آدما یا به خصوص اونایی که این مسیر رو میرن یا کامل از مبارزه دست میکشن یا اینکه در واقع مصممتر میشن به ادامه این راه. زندان چی شد تقریبا؟